بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما ورزش دوستان عزیز بخیر باشه. با برنامه شهر ورزش هم شما رو خوش آمدید میگم. برنامه این هفته شهر ورزش تا یک ساعت آینده من قیس نوی تقدیم شما میکنم. بحثایی که در این هفته برنامه شهر ورزش میداشته باشیم در رابطه با فدراسیون پرورش اندام و همچنان فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین با آقای علیرضا رفیع‌زاده، سرپرست فدراسیون پاورلیفتینگ و همچنان نجیب الله ایوبی را همچنان در قسمت از برنامه می داشته باشیم. همچنان در مورد والیبال، رشته که خیلی هم طرفدار داره و در اواخر از مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی نتونستیم که در اوج حضور داشته باشیم و باز ماندیم، میلی پوشان تیم میلی والیبال و همچنان آقای محمد یوسف صادق با خود می داشته باشیم. در قسمت از پایانی برنامه آقای محمود حیدری، بازیکن ازبق تیم ملی تکواندو افغانستان، با خود می داشته باشیم از طریق خط اسکایپ و در مورد بازی هایی که تا حال باز ماندیم و نتونستیم که در اون رویدادهای مهم اشتراک داشته باشیم بیشتر ازشان بشنویم. اما قبل از همه گزارش زیبایی که همکار عزیزم فردین احمدی تهیه کردن با هم می بینیم. مسابقات پاورلیفتینگ با حضور 130 ورزشکار در وزنهای مختلف در کابل برگزار شد. سلام، با گزارش این هفته شهر ورزش خوش آمدید. امروز آمدیم از رشته پاورلیفتینگ و مسابقات این رشته به شما گزارش تهیه کنیم. شاپور تو تاخیل هستم، آمر برگزاری مسابقات. این مسابقات بر سه روز راه اندازی شده بود که دین روز رسما از طرف عیت محترم تربیت بدنی افتتاح شد. در بخش اوپن که دیروز بخش اوپن ما بود، در بخش اوپن مسابقه ورزشکارا مسابقه خود دادن. استاد، هدف از برگزاری مسابقات چی است و ورزشکاران تنها از کابل حضور دارن یا از دیگه ولایت هم آمدن؟ هدف ما از برگزاری مسابقات منتخبه رشت پاورلیفتینگ است و چیرهای برترش ما شناسایی میکنیم که در مسابقات ملی به خیر اشتراک بکنند و از ولایت افغانستان در مسابقات منتخبه شهر کابل کدام کس حضور پیدا نکرده. ما در 25 اسد مسابقات ملی داریم و همین تعداد 90 نفر که در مسابقات منتخبه در رکوردهای بالا قهرمان میشن و این 90 نفر در مسابقات ملی بخیر اشتراک میکنن. سیار سخی‌زاده هستم، قهرمان وزن 74 کیلوگرم پنجمین دور مسابقات تیم منتخبه پاورلیفتینگ شهر کابل و همچنان ریکورددار شهر کابل در بخش سبک وزن ها. سیر زو چقدر وزن خودت بلند کردی؟ ما در پاورلیفتینگ سه حرکت داریم: حرکت اسکوات، حرکت بنچ پرس و حرکت ددلیفت. در حرکت اسکوات 215 کیلوگرم ریکورد کردیم و حرکت پرس هم 145 کیلوگرم و حرکت ددلیفت هم 245 کیلوگرم ریکورد کردم. مجموع توتال ریکورد ما 605 کیلوگرم که تا فعلا در شهر کابل با وزن 74 کیلوگرم این ریکورد کس جا به جای نکرده بود. از تلاش دست مکش، کله های بلند در انتظار توست. تا گزارش بعد، خدا نگهدار. تشکر از همکار عزیزم فردین احمدی. قسمی که شما در گزارش دیدین مسابقات منتخبه پاورلیفتینگ کابل به تاریخ 25 الی 28 سرطان برگزار شد که مسابقات با گزینش بهترین ها به پایان رسید. اما اون چیزی که فعلا سر صدای وجود به وجود آورده و سر صدا ایجاد کرده ای که آقای نجیب الله ایوبی، کسی که در سال 1399 از طرف مجموعه عمومی فدراسیون ولایت ها سلب صلاحیت شده بود و سبک دو شده بود، فعلا هم به حال خود را رئیس فدراسیون میدانه. فعلا در استودیو با خود داریم و همچنان آقای علیرضا رفیع‌زاده که
فعلا سرپرست فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین هستن، از طریق تماس تلفنی در جریان برنامه امروز وصل میشیم. سلام به شما ایوبی صاحب. سلام و عرض ادب خدمت شما نوابی صاحب عزیز و بینندگان شهر ورزش و علاقمندان ورزش افغانستان. سلامت باشین. از شما آغاز میکنیم ایوبی صاحب. شما به اساس عالی ترین ارگان تصمیم گیری فدراسیون ها که مجموعه عمومی میباشه، شما سبک دو شدین در سال 1399. چطور که باز هم خود رئیس ای فدراسیون خطاب میکنین و رئیس فدراسیون خود میگین؟ ما با یکی از سلسله ناهنجاری هایی که در فدراسیون سر صدا های بلند شد، آقای نوابی، من دو سه بار به شهر ورزشم طلبیستر شدم و سر صدا های خود از طریق شهر ورزش به گوش مسئولین رساندم، اما متاسفانه جایی را نگرفت. یک تعداد مردم که در فدراسیون عضویت نداشتن، یعنی وجود نداشتن، بنده را عارض شده بودن در فدراسیون در تربیت بدنی که ما از آگاهی و حل منازعات اونا را سلب صلاحیت کردیم و فهمیدم که بعد از این به فدراسیون ملی صدمه زده میشه از طرف معاون مالی و اداری ما. اونا چند بار به مسابقات، اگر یادتان باشه، با آقای قیصاری اینجا ما روی یک برنامه مردان آهنین بحث ما بود و اونا گویا مردان آهنین همه ساله از ازینه شخصی خود برگزار میکنم، یعنی کدام افغانی نه دولت برای ما پول میده، او همه ساله از ازینه شخصی خودم برگزار، چون زیادتر علاقمند هم پاورلیفتینگ هستم، چون بنیانگذار از در افغانستان هستم، از مردان آهنین، چون مردان آهنین همه ساله با سر صداهای ناهنجار بلند شد که گویا جوایز برای ما داده نشده، گویا بازی شکایت شده در تربیت بدنی، در تربیت بدنی شکایت شده بود که حالا ممی شکایت ها پیش ما هستن. من میانم کسایی شکایت درج کرده بود که اصلا کلبدارای شهر کابل بودن، یعنی هیچ عضویت در تشکیلات تیم ملی نداشتن، از ولایت ها نبودن، از ولایت ها نبودن. بعدن ولایت ها را به می سلسله اینا خواستن، ولایت ها را حتی از اینه سفرش تربیت بدنی پرداخت نکرد. اینا از اینه شخصی خود ببینن. ما در انتخابات شفاف برنده شدیم، اطور غیر مستقیم ما نامدیم که ما غیر مستقیم. و سلب صلاحیت چطور؟ سلب صلاحیت با رأی اینا نشده، اما مجمع عمومی را به طور فامانده بودن که گویا استاد نجیب، رئیس صاحب نجیب، در طول سه سال مسابقات ملی را نتانسته، توانایی مدیریت فدراسیون نداره. حالا رئیس فعلا بر حال کی است؟ در سایت آسیایی و جهانی فعلا رئیس بر حال مستم و هر نامه های که از اینا ما دریافت میکنیم کلا، یعنی یک چیز شما را ما و در تربیت بدنی فعلا رئیس کی است؟ البته سرپرست. سرپرست استاد علی رضای رفیزاده که معاون فنی و مسلکی ما بوده فعلا صدای ما رو میشنوه. سلام هر ادب خدمتش عرض بکنم و فعلا اونا دو روز بعد از مجمع عمومی به ولایت هرات سفر کردن، به ولایت هرات یا سه روز یا دو روز بعد از مجمع عمومی اونا خودشان یک سرپرست دیگه برای فدراسیون ترتیب کردن که هیچ قانون تشکیلات تشکیلات فدراسیون است در دستم است که آقای رحیمی امضا کرده این تشکیلات. کدام سال است؟ سال 1393. شما مشاهده میکنین که در این تشکیلات تنها استاد علیرضا معاون فنی مسلکی است. صحبت های شما را میشنویم. آقای رفیزاده سلام بر شما. سلامت باشین. صحبت های آقای ایوبی را شنیدین؟ بله، صحبت های ما شنیدین. و گفتنی های شما چی است؟ خب گفتنی برگر که استاد نجیب الله جان ایوبی خوبی گفتای که زدن درست اینا به مدت سه سال
در ریاست تجربه‌دهی به عنوان رئیس فدراسیون بودم و به عنوان کنگره بودم، اما به دلیل که از طرف ریاست فدراسیون آمد یا یک سری کمکاری‌های که شده بودند، اینا ما یک درخواست داده بودم در ریاست تجربه‌دهی تا یک انتخابات دیگه صورت بگیرد و یک سرپرست تعیین شه تا انتخابات اصلی که در انتخابات توم رؤسای فدراسیون همه در انتخابات حضور داشتن، تحت سند مدرک هست هم هستند که در انتخابات 16 ولایت اشتراک کردند و 16 ولایت خانه شدند که استاد نجیب الله از سمت برفنا شد و یک سرپرست دیگه فعلا تا انتخابات اعلام شد. در سال 1399 که به تاریخ 6 اوت بود این مجموعه برگزار شده بود، از 16 ولایت اشتراک کننده چند رای داشتن موافق و چند رای هم رد داشتن آقای علیزاده؟ 16 رای موافق نمی داشتن و به حساب استاد نجیب 16 رای مخالف شد. درست. آقای ایوبی، این 16 رای که شما از ولایت ها مخالف داشتین هنوز هم قبول ندارین اون مجموعه را و برگزاری اون مجموعه را؟ آقای جناب نوابی صاحب، ما ده رای چی داشتم؟ ده رای مخالف داشتم و 6 رای که موافق داشتم که ولایت تخار بودن، ولایت جاویزجان بودن، ببخشی جاویزجان فاریاب بودن، مزار شریف بودن و ولایت کاپیسا بودن. یعنی شما ده رای مخالف داشتیم؟ ما ده رای مخالف داشتم و 6 رای موافق، یعنی با اکثریت آرا شما آرا چی شد؟ سبکدوش شدین؟ بله، سبکدوش. ما قانونی ببینین، حالا ما آرزینه که سر ما حارز شده، ببینین ما کل اسنادا برای شما آوردیم. یک آدمه که در طول 3 سال شما ببینین یا کلش کار کرده است، یک آدم نمیتونه که یک آدم را به دروغ بگه که تو کار نکردی. اگر ما شاید اسنادای طول 3 سال خودم میاوردم سر میز شما پر میشد. جناب ایوبی صاحب، یک نکته است، من صحبت های شما را قطع میکنم با معذرت. این که درست است شما کار کردین یا نکردین، این تصمیم نماینده شما در ولایت ها بوده. بله. و با اکثریت آرا شما سبکدوش شدین. بله. شما میتونستین که اونا را قناعت بدین؟ حالا این نقطه اصلی آمده، اونا مرا سبکدوش کردن. سبکدوش کردن گویا کسی برازیا گفته بودن که کارکردهای شما درست نیست. حتی خود آقای علی رضای رفیزاده، شما امروز من 16 رای موافق دارم. از کجا؟ از ولایت ها. این را که برگزار کرده این مجموعه را؟ این مجموعه را خودشان تحقیقات کردند که گپایی که برشان گفته شده باشد دروغ است. آقای علیرضا رفیزاده استعفای خود بر ما روان کرده که حالا در جمع سرپرست هستند. درست. بله، فعلا آقای کتوزی سرپرست هستند. نه، واخو جز چی ملی نیستند. آقای بچه هایی که از دید شما نیستند در حال که به مو شکل هستند. آقای دینار منگل است. از این موضوعات خود تربیت بدنی آگاه است؟ نه، ما میخواهیم که این موضوعات به تربیت بدنی، گویا تربیت بدنی اینا را کم قبول ندارن، چون که از هر ولایت ما هم همزایشان است، هم مورشان است، هم تاپشان است، از بچه‌ای که تیم ملی هستن هم تاپشان است و مورشان. کسایی که چرا قبول ندارن تربیت بدنی؟ ما مشکل دیگه باش که الان ما راجع کنیم رئیس های به تربیت بدنی نو از چی آمدن، از هرج آمدن. اما این مکتوبایی که شما نشان میتین، اینا همشون از امارت اسلامی است. خویا دمی زمان دمی زمان، اما اونا آگاهی نیستن. اما نه، ما کد معاون صاحب فنی و مسلکی آفیس صاحب اینا را در جریان ماندم که ما از اون ولایت هایی که رای منفی گرفتم دوباره، حتی خود آقای علی رضای رفیزاده بر ما رای اعتماد روان کرد که آقا ما همون زمانه که شما چی بودیم، ما به نظر ما آگاهی درست نرسانده نشده بود که شما کارکردهایتان کل چیزتان درست بود. ایوبی صاحب، گپا را ادامه میتیم، فعلا وقفه میگیریم و پس از وقفه صحبت شما رو میگیریم. از شما میشنویم رفیزاده صاحب، فعلا ایمیل آدرس پیش شما است یا خیر ارتباط خارجه پیش کی است که ایمیل آدرس باشه و همچنان سایت جهانی و اینا؟ موقعی که ما به حساب سرپرست شدیم این گپ آقای ایوبی اینجا درسته،
که گفته بود ما به دلاله که به هرات بودم رسیدگی نمیتدم، گفتم اگر ریاست سرویت بزنه قبول کنم ما ریاست بستاد نجید بده، اما اولا دلاله بودم گفتم یک سرپرست سرپرست دیگر نمیتونه انتخابات کنه، فعلا شما برحال هستن تا که انتخابات چه دوباره من. انتخابات بشه تمام ولایت دوباره خواسته میشه و دوباره رای گیری میشه با حضور هیئت محترم ریاست سرویت بدنی، دوباره انتخابات میشه و یک رئیس جدید انتخاب میشه که برحال میشه با درست سلام تا کنون خود سرپرست و هیچ کس دیگه نمیتونه بگیره. درست تشکر. این مسابقات شما برگزار کرده بودین؟ بله مسابقات بله یا سکنه ما در خصوص همین ایمیل آدین که دفت خود نجیب ما چند تا ما به سکرتران اعلان کرده که اون سایت و ایمیل شما باید در اختیار ما بذاره، اما متاسفانه سکرتران امتناع کرده و این موضوع ما چند تا در ریاست تبلیغ بدین ما درج کردیم که ما اگه مسابقات بشه ما باید به سایت ایشه باشیم و به سازمان آسیا ما اطلاع بدهیم که فعلا ما انتخابات برگزار شده و یک نفر دیگه سرپرست شده و از این بعد آدرس ایمیل در اختیار ما درست تشکر هر مسابقات که میشه ما به جریان بگذاریم. تشکر جناب رفیع‌زاده صاحب. تشکر از شما. ایوبی صاحب خود انتخابات چی زمان صورت میگیره؟ انتخابات خب فعلا معلوم نیست که چه زمان انتخابات چی کنه، اما سایت جهانی کسری که به انتخابات شفاف به رسمیت میشناسه خودم هستم و هیچ کس دیگر را نپذیرفته. چند ایمیل هم از طرف فدراسیون سرپرستی اینا به سایت جوانی رسیده شده که ایمیلاش هم موجود است پیش ما است که میگه که اونا جواب از اینا را ندادن و گفتن هم و یک ایمیل هم که برای خودت اینجا برایشان پس ایمیل کردن که ما در افغانستان ببخشی که اینجا هست ایمیلش نجیب الله ایوبی را به رسمیت میشناسیم و هیچ فرد دیگر نمیشناسیم به خاطر که ایمیل هم شما دیگه مجموعه عمومی که تصمیم گیرنده ای سبکدوشی شما بود قبول نداشته و ندارین؟ نه اینا به ای اساس مجموعه عمومی فدراسیون ها که تصمیم گرفتن اینا به ای اساس مرا سلب صلاحیت از چیما کردن. ببینی هیچ اساس نداره شما ایره سعی کنین اون چی اساس است جناب ایوبی؟ ایره خودتان مطالعه کنین موضوعات پولی است اصری است که پول با ما فدراسیون ملی مردان آهنین زیر جام مرد آهنین افغانستان سلسله مسابقات برگزار کرد. ما حتما نورا میخوانم و دجریان هم هستم. آریزینه که شده سعی کنین شما آریزینه که شده اینجا نوشته است که مثال گپ کوشان صاحب کوشانه به مردان آهنین چی که زیر ورقه رو رفته امضا کرد و ما معلومات که از تربیت بدنی و از آمریت عمومی فدراسیون‌ها داشتیم گفتن که به اساس درخواست تعداد از نمایندگان ولایات فدراسیون پاورلیفتینگ در 6 حدود 1399 مجموعه عمومی برگزار شد و آقای ایوبی از سمت ریاست سبکدوش و عزیز الله رفیع‌زاده هم سرپرست شد. تشکر آقای نوابی. من میره میخوایم که رو چی دلیل برگزار شده امی عد من آقای کویی را عمر عمومی فدراسیون ها رو میداشته باشیم. بله اینی را که بخواییم کل مشکلات تشکر از شما از آقای رفیع‌زاده و انشالله که ما فدراسیون ملی خود داریم و میداشته باشیم همیشه ما آمی ورزشکار ها بودیم. سلامت باشیم. سلامت. ممنون شما بینده عزیز فعلا وقفه میگیریم و پس از وقفه ادامه کرده باشیم. شما بیننده برنامه شهر ورزش هستین و من قیس نوبی هم در خدمت شما قرار دارم. قرار است که مسابقات تحت نام همبستگی کشورهای اسلامی در کشور ترکیه و در شهر قونیه برگزار شود و در این مسابقات تیم ملی به عنوان افغانستان اصلا حضور ندارن، اما لیستی که به نشر رسید و جدولی که به نشر رسید افغانستان در گروه بی مسابقات با کشورهای سینگال، کامرون و همچنان آذربایجان هم گروه هستند که مسابقات به تاریخ 9 الی 18 ماه آگست قرار است که برگزار شود. در این رابطه دو میله پوش والیبال افغانستان خانم محبوبه حسینی و همچنان حلیمه حسینی را با خود داریم و همچنان از طریق خط اسکایپ آقای یوسف صادق معاون فدراسیون والیبال افغانستان و همچنان مسئول انکشافی و همچنان عضو کمیته دیسیپلین مرکز آسیا را
وصل داریم. شما رو خوش آمدید میگم. تشکر. سلام. شما رو خوش آمدید میگم بانو حسینی. آقای صادق سلام بر شما. سلام و احترامات بر شما جناب نوابی صاحب، میمونه و همکارای عزیز ما که در استودیو تشریف دارن و بیننده های عزیز تلویزیون تونو. سلامت باشین. این سفر چگونه تنظیم شد و شما آگاه هستین؟ تشکر از سوالتان. فکر میکنم به میمونایتان هم معلوم باشن. خیر، متاسفانه که اعضای فدراسیون، هیئت رهبری فدراسیون والیبال از تنظیم شدن از این سفر نبودن. صرف فکر کنم بین دو نفر تنظیم شده بود و روابط تنظیم شده و همکاری کمیته ملی المپیک جهانی و فدراسیون جهانی والیبال و همچنان کنفدراسیون آسیا که میتونیم بگویم که سکرتر جنرال فدراسیون والیبال افغانستان و سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک قسمی که در مصاحبه قبلی خود گفتن تقریبا از این خاطر از اعضای فدراسیون معذرت خواهی هم کردن که ما در جان نماندیم تان و معاذیر خود هم پیشکش کردن که به چی دلایل ما نخواستیم این موضوع کمک به همگانی شود. متاسفانه ما خود جریان نبودیم. خیر نیست. چرا شما منعیس معاون فدراسیون والیبال در جریان نبودین؟ تنها من ای که تا سرپرست فدراسیون والیبال در داخل افغانستان من فعلا به تاجکستان هستم و دیگه اعضای بورد هیئت رهبری معاون بخش آناس که با زیاد مربوطشان میشد همی پروسه همه اگه در جان نبودن. ما این سوال های خود کردیم، ما به حساب آرام نشیشتیم، مگم این که ما زیاد نخواستیم که موضوع کلان شوه و رسانه ای شوه و ای از آدرس بازیکنهای تیم ملی کمک رسانه ای شد و به سم همه اگه رسید، به خاطر از این که امو شیرازه فدراسیون والیبال نمیخوایم کارا و خدمات را که قبلا انجام شده که خوشبختانه اردو بانوی که در این برنامه امروز تشریف دارن کسایی هستند که در تمام دستاوردهای فدراسیون والیبال نقش فعال داشتن، به او خاطر ما زیاد تلاش داریم که داخلی به یک شکل بتانیم میره حل بکنیم تا نشه که خدای نخواسته فدراسیون به شکل نادرست به مشکلات داخلی و بیرونی مواجه شد و لیست رفت، تیم مشخص شد که در این سفر باید کیا بره، یعنی پس دوباره برگشت نداره. تلاش داریم ببینیم که ما راه مختلف در مجالس مختلف پیشنهاد کردیم اما با چالش های متعدد دیگه روبرو بودیم که شاید از طریق برنامه شما ما نتانیم بگیم، ولی اگر ما بتانیم یک رای حل مناسب رو پیدا کنیم این کار حتما انجام میتیم که چنان بتانیم دختر خانم ما و اعضای تیم ملی که در کابل و یا بیرون از افغانستان در کشورهای دیگه هستن بتانیم شامل از تیم بسازیم. یعنی امکانش هست؟ 100% اطمینان دادن نمیتونیم. ارتباط داره به موافقه چندین جانب که زی دخل می باشن. از آدرس فدراسیون بگوین بله ما کدام پرابلم مشکل نداریم، اما وقت خیلی کوتاست جناب صادق. اگر حداقل اگر اینا مشخص هم شون تمرینات ندارن پس اون نتیجه که نداشته باشه ای حضورشان او دیگه درست نیست و به این شکل که مدیریت شوه در روز یا نوروز قبل برشان گفته شوه. شما از نقطه نظر تکنیکی بخیر دقیق میگین، ولی در کل این مسابقات سطحش بسیار بلند است. فکر میکنم کمیته ملی المپیک افغانستان تلاش کرد که صرف یک حضور خانوما را در این مسابقات نشان بده. بازم ناامید نیستیم که نتیجه نخواهد شود، ولی بعد از آوردن نتیجه مسابقاتی که به سطح از سطح المپیک کشور
کار آسان نیست. درست به شما برمیگردیم آقای صادق. بانو حسینی، شما آگاه هستین که این تیمی که آزم شده و یا قرار است آزم شود که مشخص شده کیا هستند و سابقه تیم ملی را داشتن، سابقه اشتراک داشتن در مسابقات تیم ملی؟ خب پارسال سال 2021 یک لیگ برای دختر گرفته شد و از اون لیگ قرار بود که اعضای تیم ملی مشخص بشه و ما یک تیم داشتیم به اسم آریانا که تیم مهاجر افغان مقیم ایران بود. اونا هم آماده بودند در افغانستان برای مسابقه و زمانی که تیم ملی اعلان شد فقط 6 نفر اونا عضویت تیم ملی رو داشتن و بقیه از کابل و افغانستان و بقیه ولایت بودن. بله. و او 6 نفر شما همراهشان تمریناتتان بوده در داخل کشور؟ نه خیر، ما تمرین نداشتیم هیچ وقت. و شما عضویت تیم ملی رو داشتین؟ بله، ما تقریبا از سال 1394 تا به حال عضویت تیم ملی رو دارم. و در این سفر که نرفتین و شما را آگاه نساختن، شما با مسئولین در ارتباط شدین؟ سوالی که از سکرتر جنرال فدراسیون ملی والیبال کردیم به ما جواب قانع کننده نداده و ما مدعی این هستند که ما را فدراسیون جهانی مجبور به حضور در این رقابت ها کرده است. اگر این درست است، از FIVB باید پرسید آیا اجبار یک کشور در مسابقات بیرون مرزی و حذف و تایید حذف و جایگزین یک تیم کلاپی به نام تیم ملی افغانستان این سوء استفاده از قدرت و صلاحیت این ارگان نیست؟ درست. اگر درست نیست و باید از ارگان و مسئولین ورزشی جامعه ورزشی خواهان عزیز هستیم که به این موضوع رسیدگی شود و با خوشحال ملکزی برخورد قانونی صورت گیرد با جل و آقای خوشحال ملکزی، از شما معذرت هم خواست. درست از این تیم بانوان این معذرت خواهی ها درد دل شما را دوام میکنن؟ اگرچه که معذرت خواستن، اما این معذرت خواهی به درد خودشان میخوره. ما راستش برای رسیدن به این هدف باور کنین کار آسانی نبود. خیلی زحمت کشیدیم. ما خیلی چالش ها را گذراندیم. خیلی مشکلات. چند سال است که شما عضویت تیم ملی را دارید؟ من 4 سال میشه. بله. بعد از گذراندن این همه سختی و مشقت ها آمدن یک معذرت خواهی، این اصلا کار درستی نیست. کارشان به قدر اشتباه هست که من هیچ نمیفهمم که باید چی بگویم و توجیه های مزخرفی که آقا میکنه فقط به درد خودشان میخوره. به من میگن که زمانی که من اونا صحبت کردم، البته بعد از چند روز جواب مرد دادن، این بود که این به صلاح شما هست و یک چیزی است که من این را حالی گفته نمیتونم و پسان میگم. خب این چی است که شما حالی گفته نمیتونین؟ تنها دلیلی که اینا این رقم میکنن و این کار انجام میدن این است که وقت کشی میکنن. میخواین که فرصت را بگذرانن، وقت را بگذرانن تا اینکه تیم برن. بعد از اینکه تیم رفت و به اونا به هدف خود رسیدن، دیگه کار از دستمون بر نمیه و تیم ملی کاملا در افغانستان فراموش میشه. درست. واقعا که مایوس کننده است با دیدن و با شنیدن این حرفای شما و زحمات شما که ما شاهدش هستیم سالهای سال کشیدین. آقای صادق، صدای ما رو دارین؟ بله، بله صدا شما. درست. در یک سفر رسمی چند بازیکن باید اعزام شود؟ در مسابقات که به سطح آسیا و یک منطقه و المپیکی می باشد، در اساس پروتکل فدراسیون جهانی نظر به ترمز و کاندیشن مسابقات یا طرز العمل را ترتیب میکنند. 12 تا 14 بازیکن میتونند در مسابقه اشتراک بکنند و حضور داشته باشه با 2 مربی و هیئت فنی که شامل منیجر، دکتر، ژورنالیست و فیزیوتراپیست یا بدنساز میشه. درست. در این سفر 9 بازیکن اعزام شده و آقای خود خوشحال ملکزی، من مصاحبهشون شنیدم که در یکی از رسانه‌ها داشت که 9 بازیکن اعزام شده. این خود نشان نمیده که این سفر هم قسم ترتیب شده که معیاری نیست و افراد هم به شکل گزینشی انتخاب شدن؟ گپ شما بخی درست است، بجا است، ولی ما مسابقات بیرونی را شاهد بودیم که تیم‌ها با
هفت یا هشت بازیکن هم حضور داشتن یا نه، تر کدام محدودیت نیست که حتما باید 14 نفر در ترکیب تیم وجود داشته باشه، یعنی از همی 6 یا 7 نفر بالاتر که بتانه مسابقه را پیش ببره. ما شاهدش بودیم مثلا مسابقات مرکز آسیا تیم قرغزستان و در دو سه مسابقه دیگه بنگلادش و مسابقات رسمی، یعنی تنها از افغانستان به می شکل شده چون چی ندارم نظر ما را توجه نمیتونم که باید 9 نفر باشه، صرف به خاطر معلومات شما اتفاقات افتیده، چون موضوع سوال بسیار تخنیکی است، صرف خواستم که تخنیکی و شما فرد مسلکی و تخنیکی هستین. افغانستان هیچ بار ما در مسابقات که اشتراک کردیم از 12 تا 14 بازیکن کم نرفتیم در مسابقات. و چی باید کرد جناب صادق صاحب به خاطر این معضلایی که پیش میشه به فدراسیون والیبال و شما هم یکی از افراد هستین که قبلا هم یادآوری کردم مسلکی فنی و تیم تاجیکستان هم رهبری میکنین فعلا؟ والا متاسفانه باید بگویم که بعض کارهای اتفاق میفته که او جبران کردنش یا پس او را دوباره ترمیم کردن کم مشکل تر و چالش برانگیز می باشه، به خاطر که شما در قسمت پالیسی های امارات اسلامی ها می فهمین که تا بال در موقف واضح را در قسمت به حساب ورزش دختر خانم ها تا بال اعلام نکردن، این ارتباط می گیره زیاد به او پالیسی ها و قوانین داخل افغانستان بیرون افغانستان امور عابد و مراجعی که مربوطش میشه که چه قسم بتانیم مشکل حل کنیم. ولی ما امیدوار هستم که اگر خدای نخواسته در این مسابقات نشه که دوستای ما بازیکنان اونجا اشتراک بکنن، تلاش ما مواده خود میتونم برشان بگویم یا کوشش ما این خود بود که بتانیم یک راه بدیل یا یک راه بیرون رفت یا یک راه درست دیگه را بتانیم سراغ کنیم که چه قسم بتانیم اینا را یا در داخل یا در بیرون افغانستان دوباره فعال داشته باشیم بازی کنند. اینا قسم گفتن سالهاست در این راستا زحمت کشیدن تلاش کردن. و یک موضوع دیگر را باید یادآور شم که خوشبختانه بگویم یا متاسفانه کمی دو دوست ما کمی تصمیم گرفتن، اینا حامیای ورزش خانما بودن در افغانستان و بسیار نزدیک همکاری کردن با می تیمای دختر خانما و در جناب صادق از عملشان معلوم میشه، ما شاهدش هستیم. یک مورد دیگر هم میخواستم از شما بپرسم. متاسفانه بازم میگم من پشتی از اونا نمیخوایم بکنم، چیزی که اتفاقات که افتیده که ما شاهدش بودیم که میمونایتان هم مطمئن هستم که ایره چی میکنن. اما ما بیخی برای ما تعجب است که چرا در یک مقطع زمانی که ما پیش از او زیاد تلاش کردیم که بتانیم تیم بانوها را به شکل حمایت بکنیم یا تا بیرون از افغانستان بتانیم اینا را بیرون بکشیم، ولی دفعتا همی سناریو یا همی قضیه بیخی معکوس میشه. این بر ما هم قابل سوال در سفر بعد میرفتن. بله، و این تیم کی رهبری میکنه؟ فکر میکنم که یک خانم است از کشور ایران مربی است و مسئول تیم هم یکی از مهاجرین ما که در افغانستان چندین بار تشریف آوردن و از طرف کمیته ورزش مهاجرین افغان ها بخیر معرفی شدن، اونا و خیلی مسئولیت یا منیجری یا مدیریت همی تیم با تا جایی که من خبر دارم. و ما سرمربی تیم ملی داریم؟ بله، سرمربی تیم ملی ما شما آقای فهیم صمیم از بخش اوناست و کمک مربیشان اما آقای زهرا فیاضی. بله، ملک زای میگن که ما سرمربی تیم نداریم. یک نکته اینجا همش سوال است، اگر دختر خانم ها که نتونستن به سفر برن، چرا سرمربی نتونست که به سفر بره؟ آقای فهیم صمیم، من متوجه شدم یکی از مطالب که نوشته کرده بودن گفتن که من اصلا آگاه نیستم، به یک شکلی سفر گنگ تنظیم شده که هیچ کس خبر نیستن. دقیق از گفتم
بازی خودشان گفتن به ملک زاده سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک در جیجان بودیم، دیگه هیچ کس ما در جیجان نگذاشتیم. و این توجیه هم نداره که اگر مسئله دختر خانم ها باشه پس چرا سرمربی تیم ملی نتونستن که عازم شون و یک خانم فعلا رهبری میکنه اونجا و خانم هم از کشور ایران، کسی که خوب شناخت داره اونا عازم نمیشن. بله قسم خانم محبوبه پیشتر اشاره کردن همین جواب بر ما هم دارن که میگن بعدا ما شما را همه چیزا را در اطلاعتان میگذاریم که دلیل از چی بوده و چرا ما این کار را کردیم. حتی امیر هم میگن که ای شاید ما مطمئن هستیم که به فایده دختر خانم های در افغانستان و هستن و مسئولین به فایده آقای فهیم هم هستن سرمربی تیم ملی. خب به هر حال تشکر جناب صادق صاحب که لطف کردین پاسخگو بودین و حضور داشتین در برنامه، بسیار زیاد ممنون شما. خواهش میکنم، خواهش میکنم، ما در خدمت هستیم به امید از اینکه بتانیم این مشکل رسیدگی شود، یک راه حل مناسب پیدا شود و بتانیم که همو توقع و خواهشات که از داخل و بیرون در برورزش والیبال است او را بتانیم رسیدگی بکنیم. تشکر از شما. سلامت باشین بانو حسینی، حرفای آخر شما رو میشنویم. صحبت های آقای صادق هم شنیدین. بله بله. سوالات ما رو هم شنیدین. بله بسیار سوالات خوبی پرسان کردین. تشکر. بفرمایید اگر کدام حرف دارین. خب حرف من این است که در این مسابقات من از یه دیتیل دادن نمیتونم، اما ما کاملا آماده این مسابقات هستیم. یا باید 14 نفر واقعی تیم ملی در مسابقات اشتراک بکنن یا این مسابقات باید کنسل بشن. این حق ما هست. این 9 نفر که انتخاب شدن و این 9 نفر از تیم ملی هستن، اما اگه بخوایم فکر کنیم که 14 نفر تیم مهاجر هستن، شما بله. تیم ملی هستین که در داخل افغانستان زحمت کشیدین، آمدین، بله. بودین، در تمریناتش دقیقا. بودین دقیقا. و اونا هم کسایی هستن که اگر ما بیایم ببینیم و باید در شرایط دوم عازم شوند وقتی که شما نباشین. از اون 9 نفر از مهاجرین، خب بیایم بگیم که تیم ملی هستن، کسای ما 3 نفری که داخل افغانستان هستیم، چه 2 نفری که در پاکستان هستن و 1 نفر که در فرانسه هستن، اونا هم تمرین خود دارن و آماده مسابقات هستن. واقعا نمیفهمم که این چه لاجیکی هست که آمدن خیلی در خفای کار و پنهانی انجام شده. درست. و بعد از اون ما از مدیا خبر شدیم و جالبش اینجا است که به جای اینکه دختر خانم که بیرون از افغانستان هستن و یا یک هر تعدادی که هستن، بله. اونا هم دعوت نشدن. خیر، هیچ کس اطلاعی نداشتن. هیچ کس. درست. و من خواستم بگم که جالبش این است به جای از اینکه بیان اشتباه خود درست بکنن و جبران بکنن این کار زشتشان، بسیار به شدت استقامت میکنن، خیلی مقاومت میکنن در برابر خواستی که ما داریم و میگن که خب کاری که شده، اگر نظر چرا شوه؟ بله اینی رو باز میشه که از خود آقای ملک زیغ سکرتر جنرال خود فدراسیون والیبال بپرسیم و حتما در برنامه میداشته باشیم شان اگر پاسخگو باشن. تشکر از حضور هر دوی شما. اگر شما کدام حرف دارین میشنیم. ما در آخر یک گفتنی که داریم این اقدامشان یک بی‌عدالتی، یک نوع بی‌عدالتی است که ما یک سالها زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، با کل مشکلات مقابله کردیم. به جای ما کسایی که به جای ما کسایی از هویت و نام ما استفاده میکنند که ما برای ما واقعا سنگین تمام میشه. تشکر از حضور شما. انشالله که این مشکلات برچیده شود روز از ورزش افغانستان. بیندو عزیز فعلا وقفه داریم و پس از وقفه در ادامه شروع بشه. در بخش پایانی برنامه شما را خوش آمدید میگم، با شما هستیم. البته که در جریان هستین که در این اواخر مسابقات زیاد برگزار شد در جهان، اما بدون حضور ما حتی ورزشکارای ما نتونستن که از رشته‌های مختلف ویزه به دست بیارن و همچنان در اونجا حضور داشته باشن. اگر من مثال بزنم از مسابقات آسیایی رشته پرورش اندام، از مسابقات جهانی رشته تکواندو در بخش نوجوانان، به این شکل از رشته‌های مختلف دیگه هم که رشته موتای بود و رشته پاورلیفتینگ بود که نتونستیم در مسابقات و در رویدادهای مهم جهان حضور داشته باشیم. در این رابطه ورزشکار خیلی خوب افغانستان آقای محمود حیدری که مدال‌آور جهانی
رشته تکواندو است از طریق خط اسکایپ وصلشان داریم و در مورد ای که کمی کوسی ها در کجا است و چرا نمیتونیم که در رویدادهای مهم ورزشی حضور داشته باشیم بیشتر هم روشون صحبت میکنیم. آقای ایدری سلام بر شما. نوابی صاحب سلام بر شما و سلام بر همه بینندگان عزیز تلویزیون طلوع به خصوص شهر ورزش. سلامت باشین. دلیل در چی است که نمیتونیم در رویدادهای مهم ورزشی حضور داشته باشیم؟ یکی از دلایل بسیار مهمه که اکثریت مسئولین فدراسیون‌های ورزشی از عدم حضورشان در رویدادهای بسیار مهم مثل جهانی، آسیایی و غیره همیشه در رسانه‌ها یاد میکنن نبود بودجه یا حمایت مالی از طرف تربیت بدنی و المپیک کشور هست. نوابی صاحب، قسمی که شما در جریان هستید، ما سال 2004 تا سال 2018 به حیث بازیکن تیم ملی تکواندو افغانستان به رویدادهای مهم دنیا و آسیا فرستاده می شدم و مسابقه می کردم. ما میخوایم بگویم که از تاریخ یا تاریخچه ورزش خود بگویم که آیا کدام وقت شده ما از کدام رویداد ورزشی و مهم باز مانده باشم به دلیل نسبت نبود بودجه. بدون شک جواب ما این است که ما هیچ وقت از هیچ رویداد ورزشی مهم مثل جهانی، آسیایی و مسابقات انترنشنال مهم به نسبت نبود بودجه باز نماندیم و گاهی وقتا این اتفاق افتاده که تربیت بدنی و المپیک افغانستان در بعضی از مسابقات مهم ما کم توجهی کردن و خواستن که سفر ما را حمایت نکنه، اما مسئولین فدراسیون تکواندو افغانستان که در دوره ما رهبریت داشتن مثل استاد ربانی و دوستای دیگر همیشه با تربیت بدنی و المپیک افغانستان در حال مجادله و با جدیت و قاطعیت حق ورزشکارای خود را از تربیت بدنی و المپیک می گرفتن و هیچ وقت اجازه نمی دادن. آقای ایدری، تنها رشته تکواندو باز نمانده و تنها بس روی رشته تکواندو نیست. اگر ما کلیتر ببینیم از بسیاری رویدادهای ورزشی در رشته‌های مختلف ما باز ماندیم. در کل اگر شما حرفایتان داشته باشیم، کمی کوستی ها تنها در فدراسیون و رهبری فدراسیون هاست یا هم تربیت بدنی یا در کل اوضاع کشور نابسامان است و نمیتونیم که در رویدادهای مهم ورزشی حضور داشته باشیم؟ کمی و کاستی در هر دو طرف است، هم در تربیت بدنی و المپیک کشور هم در فدراسیون های ورزشی. من مثال خود به عنوان یک فدراسیون دادم و منظور من تمام فدراسیون ها میتونه باشه که تمام فدراسیون ها میتونه از جایگاه و حق خود دفاع بکنن. یعنی تربیت بدنی و المپیک کشور در خدمت ورزشکارا هست و برای ورزشکارا هست. ورزشکار است که مدال میاره، قهرمانی میاره، افتخار میاره. اگر ورزشکار نباشه تربیت بدنی و المپیک معنا نداره. بنابراین هر خواسته که ورزشکار داره باید تربیت بدنی به او لبیک بگه. از یک طرف دیگر فدراسیون های ورزشی هم همیشه وابستگی خود را به تربیت بدنی و المپیک داشتن. ما در گذشته تنها به المپیک و تربیت بدنی کشور وابسته نبودیم. ما از طریق مارکتینگ خود با کمپانی های تجارتی، با دونرها، با اسپانسرهای خوب در ارتباط بودیم. در صورتی که بعضی از سفرهای ما از طرف تربیت بدنی حمایت نمی شد، ما با دونرها و کمپانی هایی که ارتباط داشتیم سفرهای خود را اکمال میکردیم. منظور اینجا است که فدراسیون های ورزشی هم امروزه به خصوص ورزش های آماتور در بخش مارکتینگ ضعیف هستند. اینها نتونستن که هم کمپانی ها و دونرها را قناعت بدن که بیاین از ورزششان و از رشتهشان و از مسابقاتشان حمایت بکنن و تمام وابستگی خود را و فشار خود را به اداره ورزش و تربیت بدنی افغانستان گذاشتن. بله. ایدری صاحب، ما ورزشکار سراغ دارم که به دلیل عدم صدور ویزا نتونسته که در مسابقات آماتور المپیا در رشته پرورش اندام حضور داشته باشه. نوابی صاحب، بحث صدور ویزا یک بحث است، چون ویزا تعلق به کشوری که تو میخوای سفر بکنی داره، با او دولت تصمیم میگیره که برای تو ویزا بده یا نه. و در قسمت بله ارتباطات خارجی ما، ارتباط خارجی هم میتونه که سپورت حمایت ورزشکار خدا بکنه، اما بخش بودجه و حمایت مالی مستقیما ارتباط به تربیت بدنی و المپیک یک کشور و بخش بازاریابی و
اسپانسرشیپ فدراسیون ها یک رشته داره. حالا بعضی کشورها هستن به مشکلاتی که وجود داره ویزا برای ورزشکار صدور نمیکنن و ورزشکار به نسبت عدم صدور ویزا از مسابقه باز میمانه. بخش جدا است ولی یک ورزشکار اگر فاکتورا را که بله اگر فاکتورای عمده را که اگر شما ببخشید که من صحبت های شما را قطع میکنم ایدری صاحب، شما منعیس یک ورزشکار که یاد کردین که از سال 2004 الی سال 2018 عضویت تیم ملی را داشتین، اگر فاکتورهای عمده که یک ورزشکار نمیتونه و دمی شرایط فعلی هم که حضور داشته باشد در یک رویداد مهم چی هست و که مانع هم شده نتونستیم و اون فاکتورها را هم و اون مشکلات هم ما حل بسازیم؟ خب یکی از مشکلات خود شرایط و نابسان کشور است. شما همگی در جریان هستیم و من نمیفهم که وضعیت ورزش فعلا از چی قرار است، بودجه ورزش چطور است، اما بعضی ورزش های دیگه من میبینم که سفرهای خود دارن، امکانات خود دارن، ورزشکارا به مسابقات خود میرن. همین فدراسیون تکواندو دو سه هفته قبل به مسابقات قهرمانی آسیا رفتن، به مسابقات کوریا اوپن رفتن و حمایت تربیت بدنی و المپیک. مهمترین بخشی است که بعضی وقتا حالات این وضعیت حالات میاد. چطور میتونن که مدیران ورزش کشور و خصوص فدراسیون ها این وضعیت مدیریت با قرنطین شخصی فامیل خود را دارد، صبح و شام تمرین میکنن و هدفش گرفتن نتیجه از این مسابقات پیشوری شد، ولی متاسفانه در بعد از سه ماه تمرین و زحمت کشیش که مسابقه خود را دست میتد طبعاً به روحیه از چنان صدمه وارد میشه که در آینده در مسابقات بعدی نمیتونه تمرین خوب داشته باشه. بازم به این فکر است که مسابقه شاید من از دستم بره یا به نسبت نبود بودجه باز من در این مسابقات شرکت نکنم، بلند ضعیف میسازه ورزشکار. تشکر ایدری صاحب. اگر کدام مشکل نمیبینه نصیب بگوین که خودتان کجا هستین؟ دلپوری همه ورزشکارا بودین و هستین؟ ما به نسبت مشکلاتی که به وجود آمد فعلا بیرون از کشور هستم، اما بعد از یک مدت کوتاه دوباره فعالیت های ورزشی خود شروع میکنم و انشالله در آینده نزدیک یک خبر خوشم از طریق رسانه شما و مردم افغانستان و کماندای خود. سلامت باشین ایدری صاحب، ممنون از حضورتان. بخیر باشین. تشکر. بیندای عزیزی بود برنامه ی هفته شهر ورزش. خدایا این بنده چی داند که چی می باید جست، داننده توی هر آن چی دانی آنده. تا هفته بعد که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، خدا نگهدارتان.